الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه اذکار آسمانی، ذکرهایی که از محضر بزرگان دین به ما رسیده. در این قسمت که 17 قسمت هست، ذکر شریف دیگه‌ای رو تقدیم حضور می‌کنیم. بدانیم که قرآن مجید خدای متعال جلد عظمته بندگانش رو توصیه فرموده که او رو به اسماء حسنا بخوانند، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، و همچنین توصیه به گفتن ذکر بسیار میشه در قرآن کریم، اذکر الله ذکرا کثیرا، و همچنین باز و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون و آیات دیگه ای در این باب بسیاره. پس انسان باید از فرصتهای زندگیش، از این لحظاتی که میگذرد و دیگه بر نمیگرده و یک روزی هم تمام میشه، تا این فرصتها تمام نشده انسان بهره ببره، بسیاری از این نعمت عام بهره میبرن. نظرم هست یکی از بندگان خدا یک جوانی بود که عرض شد در اون بحث مقدماتی که آثار ذکر و قرائت قرآن در خانه، در عرض میشه زندگی، اثر عظیمی داره. نظرم هست یک جوانی میگفت موتورسیکلتی داشتیم بنده خدا، میگفت من روی موتورم یک ضبط گذاشتم و نوار میگذارم. چندین سال شده بوده، یه ربع قرن پیش بود، 20-25 سال پیش. و میگفت من از محل کارم که دارم قرآن میذارم، کلام خدا رو گوش میکنم، عاشق کلام خدا. و میگفت در بین مسیر تو منزلم، میگفت همچنین وقتی تا اونجا که بتونم قرآن میخوانم، قرآن میشنوم. در بین مسیر که از منزل تا کار بخوام برم، موتورسیکلی دارم، شاید حدود نیم ساعتی یک ساعتی کم و بیش در مسیر راه باشم. میگفت اونجا هم قرآن ضبط گذاشتم، باز اون موقع مقداری کمتر بود این ابزار امروز و اینها عرض میشه، و سیم و یعنی گوشی و اینها میذارم و تا محل کار هم به تلاوت آیات الهی گوش میکنم. خب اونهایی که بفهمن مزامین آیات الهی رو، از کار الهی رو، اینها خسته نمیشن. لذا انسان باید سعی کنه آیات الهی رو، از کاری که از دین رسیده، اینها رو بسیار بگه و یک جور انسی پیدا میکنه که اگر نگه وحشت او رو میگیره. توصیه هایی هم میشه در باب ذکر و دعا، اینها رو فراموش نکنیم. 16 توصیه عمومی است که اینها رو عرض میشه در هر جلسه متذکر میشیم و متن رو پیش رو دارید، چون در جلسات گذشته تو عرض میشه که اشاره کردیم دیگه، همین متنی که هست به این مقابل عرض میشه دیدگان مبارکتون هست و ملاحظه میفرمایید دیگه، وارد پس اصل ذکر میشیم. این امور رو باید دقت کرد، کهن بی توجهی به این امور ممکنه هیچ آیدی از اون ذکر و دعا نصیب ما نشه. خب این ذکر شریف برای دفع بلاهاست. خب چقدر گرفتاری ها و بلاها در کمین انسان هاست، جور و جور بلاها، جور و جور گرفتاری ها. خب یه بخش این ها امتحانات الهی است، بخشی هم خود انسان ها خودشون برای خودشون گرفتاری هایی رو درست میکنن از جهات متعدده. در هر صورت یکی از راه هایی که انسان میتواند به مقابله این بلاها بره، مداومت بر از کار شریف است، من جمله این ذکر شریف به دفع البلا، که این بند 11 دعای عظیم الشأن جوشن کبیره. بسم الله الرحمن الرحیم،
چون عرض شد در ابتدای هر فقره بسم الله توصیه شده و در انتهاش هم اون جمله شریف سبحانک یا لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحیم، یا عدتی عند شدتی، یا رجایی عند مصیبتی، یا مؤنسی عند وحشتی، یا صاحبی عند غربتی، یا ولیی عند نعمتی، یا غیاثی عند کربتی، یا دلیلی عند حیرتی، یا غنایی عند افتقاری، یا ملجئی عند اضطراری، یا معینی عند مفزعی، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. عرض شد لااقلش این ترجمه این فرازهای این دعای عظیم الشأن رو لااقل قبل از اینکه بخوایم مداومت بر اون کنیم ذکر رو بگیم، سعی کنیم یک تأملی در اون داشته باشیم. به نام خدای بخشنده مهربان، ای توشم در سختی، خوشا به حال اون کسی که در تمام شدائد و سختی ها پناهگاه او خدا ذات حضرت حق جلت عظمتو. ای امیدم در ناگواری، واقعا چنینه، شده تا حالا ما توی سختی متوجه ذات حضرت حق بشیم، شده توی ناگواری بدون این که خودمون رو بخوریم و نابود کنیم و داغون کنیم و از بین ببریم و اعصابمون رو به هم بریزیم، بگم خب طوری نیست، من در محضر خدا هستم، خدا رو میخوانم. ای خدای من، ای که تو امید من هستی در سختی ها، ای که تو امید منی در ناگواری ها، شده واقعا. ای همدم در وحشت، ای همدم من در وحشت، در وحشت، در ترس، در اضطراب، ای همرهم در غربت. اینا یاداوری میکنه به انسان که یه انسان خلاصه غافل شدی از خدا، تو سختی هستی او رو بخوان، تو ناگواری هستی او رو بخوان، در وحشتی او رو بخوان. ای همرهم در غربت، ای سرپرستم در نعمت، ای فریاد رسم در گرفتاری، خدا رو بخوانی. بله، وابتغوا الیه الوسیله، با تمسک به وسیله‌ای که خدا قرار داده، خدایا به حق محمد و آل محمد، از این گرفتاری ها، از این سختی ها، اولا انسان برای دیگران سعی کنه، دعا کنه، برهان همه مؤمن و مؤمنات رو، همه گرفتاری هاشون رو حل کنه، همه مردم دنیا، اونهایی که راه غیر هدایتن هدایت فرما، خیر و صلاح و عرض میشه که سعادت همه رو بخواد از خدای متعال. ای همرهم در غربت، ای سرپرستم در نعمت، ای فریاد رسم در گرفتاری، ای رهنماییم در سرگردانی، ای توانگریم در تنگ دستی. چه بسیاری افراد در شدیدترین عرض میشه اوضاع مالی و اقتصادی قرار گرفتن، یک سر سوزن با خدا قهر نکردن و بعضی هم خدای نکرده یه مقداری بالا پایین شده تو سختی با خدا بیگانه شدن، ولی عزب بالله. اگر این ارتباط با اون معبود قطع نشه، در سخت‌ترین شرایط انسان خودش نمیبازه، همه چیز دست اوست، ارسد او رو بخانه با وسیله قرار دادن محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین به درگاه او، که لطف کنه، او قادر مطلقه. خدا یا دیگه حس میکنم در توانم نیست این سختی ها، این مشکلات، از او یاری بخواد. آیا فراموش کرده صانع رو؟ آیا فراموش کرده معبود رو؟ آیا فراموش کرده خالقش رو؟ که اگر او هم فراموش کرده بود که انسان زنده نمیمان، اما این مقداری برگرده انسان توجه پیدا کنه، اثرش رو میبینه. ای پناهم در درماندگی، ای مدد رسانم در پریشانی، منزهی تو ای که معبودی جز تو نیست، فریاد رس، فریاد رس، ما رو از آتش برهان ای پروردگار من. پس این فقره دعای عظیم الشأن، فقره 11 هم برای دفع بلاها و گرفتاری ها، انشاءالله سعی کنیم که مستمر و تکرار کنیم، به هر مقدار خسته نشیم. اسماء الله الحسناست، اسماء مقدس الهیست و انشاءالله اثرش رو در جان و زندگی ببینیم و انشاءالله بلاها هم از ما دور بشن
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.